روز تو اینترنت دیدم یه خانومه که خیلی پیر بود و نمیدونم چرا اینقدر زشتم بود. حجابش برداشته بود، داشت به حساب تظاهرات میکرد علیه حجاب یه نفری تو خیابون. بعد میگفت که قهرمان ملی و فلان و من گفتم شمارش اگه داشتم میگفتم خانم اصلا بر شما حجاب واجب نیست. شما هم سنت خیلی گذشته، هم اصلا اون قیافه و اصلا شما حجاب برات واجب نیست. حجاب مال اون خانماییه که مردا هی میخوان برانداز کنن دنبالشون را بیفتن. اصلا شما معافی، اصلا چندین سال بی خود حجاب سرته. این آمده بود به حساب جنبش چیز حجاب اجباری بی حجابی تو خیابون، خودش تنها کجا بود، بیابون بود، خیابون بود، هیچ کس هم نمیدید. موبایل رو گرفته بود طرف خودش سلفی، 10 ثانیه انقلاب کرد و قهرمان بزرگ چیز، 10 ثانیه بدون حجاب. این طفلک اصلا نمیدونه برش تو حجاب واجب نیست. بعد قرآن میفرماد تازه پیر زنایی که از قیافه افتادن مردا بهشون سراغشون نمیان، اونا هم اینجوری نباشه که دیگه حالا کلا رها کنن، اونا هم یه مقدار مراقب باشن. بازم حواستون باشه به مردا خیلی اعتماد نکنین. مرد و زن به هم احتیاج دارن. قرآن میفرماد مرد و زن به هم دیگه آرامش میدن، زن به مرد آرامش میده، مرد تکیهگاه زنه، زن دوست داره به مرد تکیه بده، مرد دوست داره زنش به اون تکیه بده، مرد از صدای زن لذت میبره، مرد از نگاه کردن به چهره زن، به رفت آمد با او، دوست شدن با او، از همه اینا لذت میبره. دوست داره با یک خانم شوخی کنه، بگه، بخنده، به هر بهانه ای. زنم لذت میبره، زنم به طور غریزی و طبیعی دوست داره یه مردی مدام قربون صدقش بره همجه علکی. پس این میل رو خداوند گذاشته در مرد و زن. خداوند فرمود اینو من گذاشتم در شما، من کاری کردم که زن به مرد آرامش میده، من کاری کردم که مرد تکیگاه میشه برای زن، من کاری کردم شما از هم لذت ببرید، لذت جسمی و جنسی، لذت سکس و شهوت، لذت عاطفی، با هم رفیق شین، با هم حرف بزنین، از کنار هم بودن لذت ببرید. اصلا قرآن حتی مسئله معاشقه، عشق بازی زن و مرد رو چقدر محترم میدونه و به رسمیت میشناسه. ما تو روایات اهل بیت داریم که عشق بازی، عشق بازی به روش اخلاقی و مشروع، نه هر مردی با هر زنی. این عبادته، خیلی چیز عجیبی اینا، عشق بازی عبادته. بعد پیر و جوون هم نداره، باز خداوند یک جوری انسان رو آفریده که مردا تا پیر میشن عصا دستشونه چشم چرونی میکنن، مگر مردان خاص و محدودی که تقوای جنسی دارن تربیت شدن، و الا حتی شما از پیر مردا هم بترسید. یعنی حواسش باشه طرف عصا داره میزنه، وانمود میکنه دارم روزنامه میخونم، ولی از اون پشت تا 10 بار نگاه میکنه. قرآن کریم میدونید حجاب رو که میگه بپوشونین خودتونو، به خانمای جوان و زیبا که جذابیت طبیعی دارن برای مردها، خب اونا میگه حواستون باشه، مراقب باشید. بعد استثناء میکنه، میگه قرآن میفرماد الا پیرزنا، خانمایی که سنشون رفته بالا دیگه از حالت چیز افتادن که کسی بخواد دید بزنه و اینا، قرآن میفرماد حالا اونا خیلی حجاب سفت و سخت نگرفتن، نگرفتن. هممون اینو میدونیم از قبل از بلوغ، نزدیک بلوغ، اول بلوغ جنسی، هممون میفهمیم نگاه ها چند جوره. نگاه برادر و خواهری داریم به زن و مردای دیگه، نگاه دوستانه داریم، نگاه داریم، نگاه رحمت، نگاه محبت، نگاه عاطفه، نگاه علاقه، نگاه کینه، نگاه حسادت. ما 100 جور نگاه داریم، هر کدوم یه حکمی داره. نگاه کینه، نگاه توهین و تحقیر، نگاه تنفر، نگاه حسادت، یه نگاه هم نگاه سکسی، نگاه جنسی، نگاه شهوت. این هم یکی از دهان و نگاه. نگاه مرد و زن به هم مشکلی نداره، حرف زدنشون، رفت آمدشون، اینا. این نگاه رو، اینم گفتن کنترل و مدیریت بکنید.
این آیه قرآنی که الان برادرمون اینجا آقا این فیلم منو گفتم خاموش کنین که من خودم فیلمم با یه بلیت دو تا فیلم نمیشه بله این آیه که دوستمون خوندن چی گفت خداوند در این آیه اول خطاب میکنه به مردا تو قضیه حجاب اول خطاب به مرد میکنه بعد به خانما به مردا میگه چی یک دید نزن دید نزن تو خیابون تو دانشگاه تو تاکسی سینما اینور اونور نگاه های شهوتی به زنان نکنید نگاه تو کنترل کن اگه نگاهت انسانیه اب نداره اما از لحظه که داره جنسی میشه مراقب باش خیره نشو به زنان به دختران در روایت داریم گاهی نگاه اولت نگاه طبیعی انسانیه بعد دفعه دوم که نگاه میکنی و سوم خوشخوشانت میاد دیگه این نگاه دیگه نگاه جنسیه نگاه جنسی نکنیم تو عرصه عمومی به هم دیگه تو چشم هم خیره بشیم به هم دیگه سیگنال بدی علامت بدی اینا همه اون میفهمیم یعنی چی دو جور از هم دیگه جزوه میگیرن یه وقت جزوه آدمیزادی جزوه های دیگه صد نفر هم میاد از این جزوه میگیرن همش بعد قرآن میفرماد به مردها که چشماتون رو درویش کنید به زنان اینا خواهرانتونن مادرانتونن دخترانتونن به همه خانوما زنها تو خیابون اینور اونور به همه نگاهی جنسی و سکسی نکن نگاه نرماده نیست شما قبل از اینکه نرماده باشید آدمید نگاهاتون انسانی باشه نگاه جنسی فقط مرد و زنی با هم داشته باشن که با هم توافق میکنن میثاق ازدواج دائم میبندن در مواردی هم که کسانی ازدواج دائم نتونستن بکنن سنشون رفته بالا دختر دیگه خواستگار نداره یا پسری هر جا میره بهش زن نمیدن امکان ازدواج دائم نداره اونم گفتن خانواده موقت تشکیل بده اب نداره